ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، همونطور که در برنامه قبل هم وعده داده شد، در این برنامه دیدار و گفتگو با شهبانو و فرح پهلوی رو خواهید دید که گزارشی است در دو بخش. بخش دوم که بسیار کوتاه است و به موقع توضیح خواهم داد، نوعی هدیه است، خودتون دلیلش رو خواهید فهمید. و بخش اول طبیعتاً با موضوعات موجود، اضافه بر این که کرونا و مسائل دیگر این شانس رو به ما داد که در این حال به منزل ایشان رفته باشیم، در مورد مسائل مطرح سیاسی و همینطور فرهنگی و تاریخچه معاصر موضوعاتی رد و بدل شد که مطمئنم اون رو خواهید پسندید. بخش دوم رو فراموش نکنید. شهبانو، اجازه بدید با تشکر بسیار، عرض تبریک از سوی خودم و همکاران تلویزیون ایران فردا، در لحظه ای که این صحبت رو انجام میدیم پیشتر چند دقیقه از گفتگوی شما رو برای سالت بیلت بینندگان دیدن، اما از شما اجازه گرفتم که یک گفتگوی هم به زبان خودمون به قول معروف فارسی داشته باشیم. اولین باری که من شما رو دیدم 17 سال بعد از تغییر حکومت در شهر پاریس، از شما پرسیدم چرا پادشاه نام کتاب رو گذاشتند پاسخ به تاریخ و نه پاسخ به ملت، و شما اون موقع فرمودید که برای اینکه این دسیسه رو پادشاه به من انقدر بزرگ می‌دیدیم که فکر می‌کردیم دهه‌ها طول خواهد کشید تا مردم به حقیقت پی ببرند، اما مردم باهوش خیلی زود فهمیدن و در نتیجه شاید اگر اون رو روز اول می‌دونستیم همون پاسخ به ملت رو انتخاب می‌کردیم. امروز نمونه‌هایی برای تایید فرمایش شما از رضا شاه روحت‌شاد کوچکترین مثال و مثال‌های دیگه. شما امروز این پاسخ تاریخ و جبر روزگار رو چگونه میبینید؟ خب خیلی به دل من مینشینه که واقعا لازم نبود که سالها بگذره و بعد از 40 سال حتی زودتر مردم فهمیدن که واقعا پادشاه چی بود و چه کرد برای ایران، و این دیگه برای من خیلی باعث خوشبختیه و خارج از من اینه که واقعا یه حقایقی هست که هیچ وقت قایم نمیمونه، حتی یه کسایی بخوان با دشمنی بسیار قایم کنن، و این حقایق امروز پیدا شده که در اون زمان چی گذشته بود. در روزهای این گفتگو رو انجام میدیم، روز 14 فروردین، مسئله پرونده تفاهم بین ایران و چین یک موضوع اساسی است. من یادم هست که شما سفری به چین داشتید و استقبالی که شد، اگر نسل اون موقع به یاد داره، و همینطور شنیدم که یکی از سفرهای والحضرت غلامرضا ایشون به خاور دور میرفتن و مقامات چینی از عبور هواپیما با خبر میشن و وضعشون دعوت میکنن که توقف کوتاهی داشته باشن، و افسوس خوردم که چرا اینجور خبرها در گذشته به طوری که لازم بود انعکاس داده نمی‌شد، به خصوص در زمانی که قبله سیاسی هنوز کتاب سرخ بود و همین نویسندگان کتاب سرخ هم از شما هم از والحضرت غلامرضا پهلوی و دیگران استقبال شایانی می‌کردن. امروز این بیخبری، این بیتوجهی و حالا این قراردادی که واقعا جای هزاران ایراد داره رو چه تحلیلی براش دارید؟ ببینید، البته فکر میکنم والحضرت اشرف هم رفته بودن. بله بله درسته، بله، حتی قبل از شما فکر کنم، قبل از من. و خب چینی ها خیلی علاقمند بودن که رابطه داشته باشن با ایران. خب ما رابطه داشتیم با شوروی و چینیان با شوروی میانه خوبی نداشتن، منتها اگه علازت نایمدن برای که ماو میبایستی دعوت کنه، ولی ماو اون موقع بیمار بود و من رفتم با یدهی که آقای نخست وزیر و یده دیگه، و استقبالی که شد از من در چین هیچ جای دنیا نشد. فیلمش هست، بله،
یه اشتباه مال یکی دیگه کرده بوده، استقبال عجیب غریب. و خب خیلی جالب بود برای من چینو ببینم و چی کار میکنن و چی کار نمیکنن. هنوز اون سیستم، کلمش یادم نمیاد، یه خود بازتر شده بود، انقلاب فرهنگی منظورتون؟ بله. آها. که مثلا به یه کسی که توی کارخونه میگفتم چقدر چیز قشنگی درست کردی، میگفت برای خورشید در پکن. میدونید خیلی هم اینجوری بودن، هنوزم هستن. و یادم از سیان، شهر سیان که چیز چی میگن راه ابریشم شروع شده بود، از با علازت صحبت کردم، خیلی جالب بود برای من. خب خیلی جالب بود. و حالا وارد جزئیات سفر نمیشیم، ولی خب اون سیستم کمونیستی حضور داشت دیگه. مثلا چیز رفتیم یه جراحی رو دیدیم که با تب سوزنی بیهوش میکردن. و مثلا مغز یک کسی رو باز کردونن تو داخل، نه، و اون شخص بیهوش بود، و یعنی بیهوش نبود ولی بیهس شده بود، بی درد. و بعد و مثلا بعد که با گروه انقلابی اینا جمع می شدیم و چایی اینا می دادن، پرسیدم که چجوری اینو توضیح می دین؟ یکی از این رئیس کمیته انقلابی گفتش که اینو باید از مردم پرسید، یه از اون سیستم های خودش. ولی استقبال خیلی جالبی بود. قرارداد امروز رو چگونه تحلیل میکنی؟ خب اینو من خیلی نگرانم، همون که تو مصاحبه قبلی هم گفتم که یه قرارداد 25 ساله‌ای که معلوم نیست درش چیه و مردم نمیدونن. آخه باید مردم بدونن چیه تو این قرارداد. و میدونین اینی میگم، این جمهوری اسلامی دلسوز ایران نیست و ایرانی، فقط میخواد خودش بمونه با عقاید عقب افتاده مذهبیش. و میگم در خلیج فارس چینی ها آمدن و تو اون بنادر و اینا ماهیگیری میکردن که مردم محل نمیتونن اصلا یه دونه ماهی تو آب پیدا کنن. الان مردم خیلی ناراضی هستن. حالا باید دید چه جوری پیش میره. بله. یک پرسش تا اندازه خصوصی با اجازه خود شما و محبت شما. در این لحظه بینندگان دارن فیلمی رو میبینن که شما مشغول نان پختن هستید، فیلمی که نشون میده ملکه وقت چگونه با چه سهولت و رفتار بدون پیرایه با مردم و اطرافیان روبروست. ولی اون چیزی که به طور خصوصی من شنیدم از چند تن از ماموران امنیتی شما، گلمند به معنای ترس و وحشتشون از این بود که ما همه جا میبایست اولیا حضرت رو دنبال میکردیم، ولی ایشون بدون محابا، حتی بدون حضور دوربین یا میکروفون، یعنی فقط برای دل خودشون میرفتن بین جزامیا و ما جرأت نمیکردیم بریم اون تو. پرسش من در این لحظه این بود که آیا شما واقعا این کار رو برای دل خودتون میکردید یا به عنوان یک وظیفه همسر پادشاه؟ میدونید وظیفه داشتم به عنوان همسر پادشاه، ولی برای تا این حد برای دل خودم، برای اینکه ببینید یه ایرانی بودم که میخواستم، از بچگی همیشه میگفتیم ما درس میخونیم بعد میایم خدمت میکنیم به مملکت. موقعی که من در اون موقعیت قرار گرفتم، برسات دلسوز هم میهنانم بودم و در یه موقعیتی بودم که میتونستم یک کارایی رو بکنم و دلم میخواست که نزدیک بشه. یکی از خوشبختیهای من اینه که این سفرها رو در داخل ایران کردم و با خیلی از نزدیک دیدار کردم. البته افسوس میخورم که یه جایی رو چرا ندیدم. و بعد اون وقت خب مامورین مخصوصم کار خودشونو میکردن، زیاد هی دورور بودم، میگفتم من میتونم بفهمم که دورور علیزاد اینقدر هستین، یه خود وقت بدین، جا بدین، من برم مردم ببینم، اگه بلایی هم سر من آمد آمد، من برام مهم نیست. و یعنی واقعا
چی بگم، برای دل خودم میکنم. من یادم تو مدرسه ژاندارک بودم که دفعه اول راجب جزام شنیدم و خیلی اثر میذاشت و باید اسم برم از آقای دکتر راجی. بله. که راجب این صحبت کردن. فروغ فرخزاد هم یک فیلم ساخت، خانه بله، سیاه هست. بله. خانه سیاه هست و کیا گفته بودن که بله اجازه ندادن که فیلمو نشون بدن، در صورتی که من با آقای ابراهیم گلستان بله. صحبت کردم. بله. گفتم این حقیقت داره، گفت نیست، همچی چیزی نیست. میدونی خب دروغ خیلی بعد گفتم. خانه سیاه هست خودم دیدم و اون کمک کرد که مردم کمک کنن به جزامی ها. هم میدونین جزام از هزاران سال قبل مردم رو ترسوندن، ولی مصری تر از بیماری های دیگه نیست. امروز که کرونا رو داریم دیگه اصلا. و بعد خب خدا رو شکر با کمک دولت و اینا، چون ببینید جزامی های شفا یافته مثلا سازمان بهداشت بین المللی میگفت اینو باز برگردن توی محل کار خودشون. خب اونا نمیدونستن جزام نداشتن، مردم قبولشون نداشتن. اگه یه جزامی هم سالم بود نمیتونست برگرده. و من همیشه از رئیس انستیتو پاستور اون موقع تعریف میکنم، تنها کسی که یه جزامی شفایافته رو استخدام کرد تو انستیتو پاستور بود. برای این ما یه بهکده ساختیم. بله. که با نزدیک مشهد مثلا. بله بله. با کمک اعلیحضرت زمینی گرفتن که بیمارایی که یعنی شفا یافته بودن میرفتن اونجا با خانواده هاشون و اون بهکده انقدر پیشرفته شد که از بهکده های دور و بر بهتر بود. به عنوان موضوع پرسش آخر، شهبانو شما تحصیلاتتون رو در پاریس انجام دادید، امروز در حالی که میتونستید در هر گوشه دنیا و هر کشوری اقامت کنید پاریس رو برگزیدید و این گفتگو هم برای برنامه زیر آسمان پاریس هست. به خودم میگفتم شما و بسیاری میلیون ها نفر در این پاریس چه میبینند، در زیر این آسمان چه هست که شما شهر پاریس رو انتخاب کردید؟ خب پاریس، البته من همطور که میدونید بین پاریس و آمریکا زندگی میکنم. پاریس به من نزدیکتره برای اینکه خب از بچگی تو مدرسه فرانسوی بود، یعنی در ایران هم که فرانسه زبان فرانسه، تو مدرسه ژاندارک و مدرسه ایتالیایی و بعد لیسه رازی که فرانسه فارسی و بعد برای تحصیلات معماری آمدم در پاریس. نه. پدرم هم توی سنسیر بود. نه. تو پاریس، فرانسه تو خانواده ما نزدیک بود. بعدم اون وقت میدونی بعد که از پاریس رفتم و ازدواج کردم، فرانسوی ها یه جوری میگفتن مثل که از اینجا رفتم اونجا، خیلی همیشه به من محبت نشون دادن. درست. و خب این خیلی اثر داره تو دل من، به خصوص بعد از این جریانات، برای اینکه یه جوری مثل که حس میکنن که مثلا یه جوانی بود مثل سیندرلا که از مملکت خودشون رفت و عروسی کرد و خیلی پشتیبانی میکردن از من. و بعد از این جریانات هم خیلی پشتیبانی هم زنا هم آقایون، و خب به دل آدم خیلی میشینه. و خب نزدیکترم به اخلاق فرانسوی و تاریخ فرانسه و ادب فرانسه. و الان مثلا اون کسایی که علاقمند بودن دنیا نیستن، پسرشون یا دخترشون منو میبینه یا نامه مینویسه که مادرم خیلی شما رو دوست داشت، پدرم خیلی شما رو دوست داشت. خب اینا همه اثر میذاره. خب پاریس هم هستم، باید بگم که شهر قشنگیه. منم توی قسمتی زندگی میکنم که قسمت قشنگ پاریسه. برای همین این نزدیکی رو حس میکنم. و خب اروپا و فرانسه بیشتر وارد تاریخ ایران و اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده میدونن نسبت به فرض کنید آمریکا.
اجازه بدید ضمن تشکر مجدد از این محبت شما با مشکلات و وقتی که میدونم محدود برای شما هم تشکر کرده باشم و هم بار دیگر نوروز رو خدمتون تبریک گفته باشم. امیدوارم سالی بهتر از همه سالهای گذشته برای شما و همه ایرانیان بوده باشه. خیلی سپاسگزارم و منم دوباره نوروز رو تبریک میگم هم به شما و همه همیهنان و امیدوارم که سالی پر از نور و روشنایی و بهبود برای تمام ایرانیان در دنیا و به خصوص در مملکت خودمون باشه. و ما در این قسمت و اون چی که خواهید دید شاید نوعی رابطه با بخش اول نداشته باشه و در این حال که داره، از اونجا که به عادت ایشان هیچ وقت این پرسش و پاسخ ها از قبل تدارک دیده نمی شود و هر آن چی که در لحظه اتفاق می افتد، به هنگام خداحافظی در روی میز پذیرایی ایشان اشیاء و ابزار دیدیم تماما در ارتباط با ایران و از جمله دو شیئی رو که خواهید دید و با اینی که همه وسایل جمع شده بود با یک دوربین دستی گفته ها و دیده های شهبانو رو دنبال کردیم. خودتون خواهید دید که این تکه سنگی که در دست ایشان هست از کجا آمده، چگونه آمده، برای چه آمده و توضیحات ایشان. این هدیه کوچک رو به عنوان هدیه نوروزی دو طرفه مردم ایران به ایشان و هدیه ایشان به مردم ایران بدانید. میخواستم بهتون اینو نشون بدم که موقع که سال 88 تظاهرات شد در تهران و چقدر کشتار شد، بعد از اون ایرانیا هنرمندن، تیکه سنگای آسفالت خیابونو غیر مستقیم یه جوری برای من فرستادن که یه جوری نقره کردم و نوشته شماره مثلا سنگ شماره فلان خیابون فلان. خیلی جالبه و نه اینم باز از همون سنگ هاست که منتها طلایی کردن که مثلا سنگ شماره فلان خیابون فلان. اینا رو غیر مستقیم یه جوری برای من میارن پاریس. یکی از آشنایان که رفته بود کیش، نمیدونم یه کسی فهمیده بود که شاید نزدیک به منه، بعد یه تیکه از این سنگ تو جزیره کیش روش تاج گذاشته بود، گفت اینو بریم به فرع بدید. میدونی خیلی به دلم میشینه یه همچی چیزی، فکر کنید از کیش. اینو غیر مستقیم از ایران برای من فرستادن که خیلی جالبه واقعا این تاج. با خبر میشن که به دستتون رسیده؟ بهشون میگن دیگه. بله، یعنی شما ارتباط بیشتر از ایمیل هست و تلفن هست؟ تلفن هم هست، برای که خیلی الان بیشتر و بیشتر زنگ ایمیل میزنن، شماره تلفن میذارن که باشون صحبت کنم. البته من صحبت میکنم میگم به اسم فلان و خیلی هم اونا خوشحال میشن و دو طرف هست، منم خوشحال میشم. یه جوانی که اصلا بعد از این جریانات به دنیا آمده و اصلا جالبه که به بعضی هم چی که میگم الو آقای فلان یا خانم فلان فوری میشناسه کیم و خوبی خیلی به دلم میشینه. از جاهای مختلف ایران، از شمال، از جنوب، از جزایر، و خب خیلی به دلم میشینه و بهم انرژی میده. دوباره نوروز رو تبریک میگم هم به شما و همه همیهنان و امیدوارم که سالی پر از نور و روشنایی و بهبود برای تمام ایرانیان در دنیا و به خصوص در مملکت خودمون باشه.